نقش حضور فرانسه در ارسال نیروهایش در جبهه جنگ چقدر میتونه تاثیرگذاری قابل ملاحظه را در تغییر وضعیت جنگ به نمایش بگذاره؟ بالاخره امروز فرانسه تصمیم گرفت تا یک بخش عمده از کماندوهای خود داخل خاک اوکراین، البته در شرق اوکراین، برای جلوگیری از سقوط ادیسا، شهر استراتژیک که میتونه به عنوان کلید موفقیت بر ارتش روسیه بر شخص ولادیمیر پوتین باشه. من توفیق تماس برای مدت 15 دقیقه در خدمت شما هستم. خب البته دیده میشه که این مورد تازه هم نیست که امروز ارتش فرانسه داخل اوکراین شده. بعد از سال 2014 به طور محسوس ناتو به طور چشمگیر نقش قابل ملاحظه به طور فیزیکی یا حضوری در این جنگ داشتن، ولی افشا نمی کردن. از مشاورین گرفته از سربازایشان، از نیروهای تجسسی و یک بخش عمده استخبارات ناتو و غرب در پهلوی ارتش اوکراین بر ضد روسیه در جنگ مصروف بود، ولی آل آشکارا اینا می خواهیم که ابراز بکنن که بله، ما در پهلوی ارتش اوکراین قرار داریم و برای نجات یا جلوگیری از سقوط شهرهای کلیدی به شمول ادیسا یا خارکوف اونا می خواهیم تا حدود بتونن که عقب بزنن ارتش روسیه را. ولی آنچه که بسیار میتونه که چشمگیر و همچنان قابل توجه به این باشه که آل دست پوتین از یک لحاظ میتونه که بسیار بلند باشه، چون میبینه که از لحاظ تفکرات و همچنان برد ناسیونالیزم یا ارزشهایی که حداقل بر مردم خود بتونه تثبیت بکنه که بله، این ناتو و غرب است که بر ضد ارزشهای روسی در اوکراین آشکارا در جنگ هستند و میتونه که فضای عملیاتی را به طور کلی میتونه که باستر بسازه، میتونه که حداقل ای تناسب نیرو را و ای توازن بعد از این عکس العمل که اگر مثبت یا منفی باشه به نفع ارتش روسیه رقم بزنه. اما مثبت طور است که من فکر میکنم که آل دیگه توپ پیش پای پوتین است و پوتین باید جسورانه تصمیم بگیره در مهار نیروهایی که عملا تانسته که بنوان یک مداخله آشکار چالش برانگیز شده. اما آنچه که بیشتر میتونه که در محاسبه روسا قرار بگیره ای است که پوتین دیگه لازم نداره که توضیح بده بر دنیا یا بر مردم خود که این جنگ یا این عملیات با این گستردگی مختص تنها بر اوکراینی است، ولی آل واضحا دیده میشه که بخش قابل توجه ارتش یا ناتو یا حضور فرانسوی ها تانسته که یک نوع تشبث هم از لحاظ برد استراتژیک هم از لحاظ برد تکتیکی نشان بده که بله، این فرانسوی ها و ناتو هستند که میخواین که در پولی ارتش اوکراین بر ضد روسیه وارد یک جنگ فرسایشی دیگه شوند. اما مسئله که میتونه که آل توازن مثلا تغییر بده ای است که روسا به طور قابل توجهی عملیات باید بیشتر و بیشتر منعکس به ای بسازن و فشار بیشتر بر شهرهای عمده که بتونن در جبهات جنگ امو معادله جنگ به نفع خود تغییر بدن. شما دیدین در روزهای اخیر عملات بسیار پیهم و گسترده بر منابع انرژی اوکراین بسیار تاثیرگذار بود، در کیف شما دیدین، در ادیسا، در خارکوف، حالا عملا این شهرها در بیبرقی به سر میبرن و ارتش اوکراین نمیتونه که در زمینه اکمال یا سپورت از لحاظ برد لوجستیکی در قسمت ساختن پهپادها کار عمده رو بکنه. این تانسته که بسیار وضعیت تغییر بده و همچنان ارتش روسیه تانست که از لحاظ برد استراتژیک تمام سیستم های دافع هوای اوکراین به طور عمده منهدم بسازه و آره دیگه میشه که تمام شهرها فاقد یک نوع دفاعی است که نمیتونن اونا در مقابل پهپادها یا موشکای روسیه تاب بیارن، برای اینکه کیف، خارکوف و ادیسا به خاطر از اینکه تمام پاتریوتایی که آمریکایی‌ها و ناتو داده بودن به طور کلی منهدم شده و این میتونه که از لحاظ برد استراتژیک تقویت بکنه ارتش روسیه را تا در گرفتن شهرهای بزرگ. خب نظریات متفاوت وجود داره که آل غرب چقدر میتونه که در اکمال تسلیحات و همچنان تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر اینکه آیا این کمک‌ها میتونه که تغییر وضعیت جنگ به نفع اوکراین رقم بزنه یا نه. سوال است که بیش از حد بسیار پیچیده و همچنان معما است که تا حدود تانسته که کمر اوکراین خم بکنن، به خاطر که تفاوت‌ها عمیقاً
از لحاظ ژرف و استراتژیک در داخل آمریکا و ناتو به طور گسترده دگرگون شده. حال آمریکایی‌ها تلاش دارند که تا وادار بسازند اوکراین و تیم زلنسکی را که برای به طرف مذاکره و دیالوگ که حداقل از جلوگیری آبروریزی ناتو در جهت جنگ که عملا مصروف هم در اوکراین است، ناتو و غرب و هم در شرق میانه. بدون شک که اگر جنگ اسرائیل و ایران آغاز شود، این میتونه که به عنوان یک چالش بسیار عمده در برابر کشورهای غربی وضعیت و تناسب نیرو را تغییر بده. از چه لحاظ؟ از لحاظ ازی که ببینین اسرائیل تلاش داره پیوسته که تا پای جمهوری اسلامی رو به این جنگ بکشانه. اگر چون این جنگ آغاز شد و حالا صحبت ما سر اوکراین است، ولی میتونه که حداقل دست ارتش روسیه را و پوتین در زدودن و همچنان مار ساختن اوکراین با کلی بلند بسازه. ولی این مربوط بستگی به این داره که اگر روسیه کدام سناریوی دیگه ای نداشته باشه، به خاطر چرا جنگ طویل مدت میشه، چرا به دراز میکشه، یک سوال است که پیوسته در نزد برخی کثیر از دوستان که در کامنت ها بر من نوشته میکنن که آقای تماس لطفا توضیح بده. ببینید دو نوع استراتژی رو پای هم پوتین پیش میبره. ای که اگر بخواد این جنگ به درازو بکشه دو دلیل داره. اول خالی ساختن جیب از لحاظ برد لوجستیکی ناتو و غرب که درمانده شده و چون این چیزا هم شده، و دومی که به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامی هایی که بیشتر برای روسیه میتونه ارزش قابل ملاحظه داشته باشه. اما گفتم که در محاسبه جنگ چقدر میتونه که این جنگ اوکراین با جنگ خاورمیانه ما بررسی بکنیم. ای است که خب درست است که کارت برنده به دست پوتین نه است، که برای اینکه غرب و ناتو و آمریکا متوجه از اوجا میشن و این زیادتر میتونه که اوضاع را به نفع پوتین رقم بزنه. برای اینکه هر چقدر که اسرائیل در این جنگ پایش کشانده شود، مجبور میشه که آمریکا در این جنگ هم از لحاظ برد مصرفی زیاد مصرف بکنن، هم از لحاظ برد تسلیحاتی روان کردن اسلحه و هم از لحاظ پول، به مخاطر میتونه که باشیه برای مسئله اوکراین و در اینجا دست باز پوتین میتونه داشته باشه. اما این فرصت ها را پوتین هم نباید از دست بده. به نظر من شخصا به عنوان یک کسی که من تحلیل میکنم، حتی بعد از 7 اکتبر پوتین فرصت های بسیار خوبی داشت که میتونست که در گرفتن شهرهای بزرگ استراتژیک به شمول کیف، خارکوف و دیسا جسورتر باشه. اما من پیشتر هم گفتم که یک نوع سوال بسیار پیچیده است که تنها خود شخص پوتین باید جواب بده، برای اینکه چرا نمیخواد که عملیات بیشتر سرعت بگیره، اما از لحاظ ازی برای اینکه شاید کدام فاکتورهای عمده داشته باشه. اما به طور کل آل دیده میشه که با توجه به اینکه اگر به پیشتر عرض کردم که چی ناتو، چی فرانسه، چی آلمان نیرو گسیل بکنن برای اوکراین، فکر نکنم که از لحاظ مصبه، از لحاظ تغییر، از لحاظ معادله جنگ اوضاع را اونا تغییر بتن. فراموش نکنن که فرانسوی ها که ناپلئون شکست خورد و به این منزله که وقتی که شما هر چقدر که نیروی خارجی را در اوکراین جمع بکنین، با مو اندازه شما از لحاظ برد ایدئولوژیک بیشتر روسیه را شما اساس‌تر می‌سازین. به این مفهوم که ناسیونالیست های روسیه بیشتر میتونن دست بالا داشته باشن و فشار قابل ملاحظه را بر پوتین وارد بکنن تا در این جنگ و این جنگ تبدیل بکنن به یک جنگ کبیر میهنی، درست مانند جنگ دوم جهانی، یعنی جنگ استالین در مقابل هیتلر، برای اینکه او وقت هم این فاشیسم هیتلری بود که تجاوز کرد بر خاک اتحاد شوروی و حالا به مو پیمانه میتونه که اینمی وضعیت یا اینمی از لحاظ برد تبلیغاتی این مسئله را بسیار خوب میتونه که پوتین مانور بده بر مردم خود بود برسانه که بله شما ببینین که عملا ارتش ناتو و غرب با مو گستردگیش عملا در پولی ارتش اوکراین بر ضد ما جنگ میکنن و این رویه را میتونه بسیار تقویت بکنه در بین ارتش روسیه و مردم عادی روسیه که میتونه در پشت پوتین استاچن و این جنگ حمایت بکنن. وقتی که جنگ حمایت بکنن، شما یک نوع حمایت مردمی را در جنگ اوکراین به تناسب از اینکه آل عملا ارتش ناتو نفوذ داره، این میتونه که بسیار وضعیت در سطح عمومی تغییر بده. خب حالا ما با پایان بحث میرسیم آهسته آهسته. حالا دیده میشه که نقش بمبگانه های فاب که تانسته که بسیار تاثیرگذار باشه. شما عملی اخیر در کیف دیدین که یک سنگر عمده آزوفا و سران استخبارات اوکراین تانست که به پیمانه بسیار عظیم منهدم بکنه. هرچند رئیس استخبارات ارتش اوکراین در اونجا نبود، در تونل نبود، ولی تانست که از لحاظ برد قابلیتی بیشتر تثبیت بکنه. اما دیده میشه که
در سنگرها در خطوط نبرد، شهر به شهر، ولسوالی به ولسوالی آیستایست مهار میشه. همچنان یک بخش عمده ارتش اوکراین آنقدر خسته شدن که اینا تسلیم میشن. حتی مد صحبت قبلی خودم گفتم که بخش عمده که تسلیم میشه بر ارتش روسیه، اونا تقاضا میکنن از روسا که ما را به عنوان اسرای جنگی شما لطفا قبول نکنیم، بلکه ما میخوایم که تابعیت شهروندی روسیه را بگیریم. حال درا داره ارتش اوکراین، یا اینکه باید مذاکره بکنن با پوتین سر مسئله اوکراین، و یا اینکه نبرد فرسایشی تر از آنچه یک سال قبل بود. در غیر از من فکر میکنم که چاره دیگه وجود نداره. اینا مجبور هستن که یا از غرب بخواین که تسلیحات روان بکنن تا در این جنگ برنده شون، و یا اینکه آغاز یک نوع دیالوگ سیاسی، یک نوع گفتگویی که هم به نفع اوکراین باشه و هم به نفع ارتش روسیه باشه، برای اینکه روس‌ها هم دیگه چیز نمیخواین صرف از اینکه حکومت مستقر شوه، که حداقل بتونه که میانه خوب با هم با مسکو داشته باشه، هم با غرب داشته باشه. چون این پیشنهاد داره که عملاً پوتین قبل از جنگ مطرح کرده بود برای سران کیف، ولی اونا ابها ورزیدن و این طالست که شعله های جنگ بیشتر وزینتر بکنه و همچنان در قربانی بیشتر ارتش اوکراین و خرابی و منهدم شدن ساختار نظامی اوکراین نقش قابل توجهی داشت، که غرب مجبور ساخت ارتش اوکراین و سران اوکراین که تن به مذاکره نتن و وارد یک نوع جنگ فرسایشی با روسیه شوند. تشکر از توجهتون.